با نام و یاد خدا، رختکن بارسلونا خواهان بازگشت نیمار به نیوکم می باشد. پدیده والنسیا در سبد خرید تابستانی بارسلونا، دستگیری رونالدینیو با پاسپورت جعلی. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. با گزارش رسانه های امریکایی جنوبی، رونالدینیو اسطوره فوتبال برزیل در حالی که قصد داشته با پاسپورت جعلی به پاراگوئه سفر کند در این کشور بازداشت شده است. دای 39 ساله دیروز چهارشنبه به همراه برادرش روبرتو در محل باشگاه گلف و قایقرانی پاراگوئه در کشور پاراگوئه دستگیر شده است. وزارت کشور پاراگوئه این خبر را نیز تایید کرده است. با گزارش روزنامه پاراگوئه لاناسیون، در تفتیش اتاق هتل رونالدینیو پاسپورت های جعلی پیدا شده که متعلق به او و برادرش بوده و در این پاسپورت ها ملیت رونالدینیو و برادرش پاراگوئه اعلام شده است. رونالدینیو و برادرش از دیشب در این هتل تحت حبس خانگی هستند و انتظار می رود مقامات پاراگوئه امروز جزئیات بیشتری در این باره به رسانه ها اعلام کند. پیش از این در بیانیه منتشر شده توسط پلیس پاراگوئه اعلام شده بود که رونالدینیو و همراهانش بعد از ود یک کازینو دار به پاراگوئه سفر کردند. قرار بود رونالدینیو در روزهای آینده در پاراگوئه در چند مراسم مختلف شرکت کند و با هوادارانش دیدار کند. در همین حال فران توریس، هافبک تهاجمی باشگاه والنسیا، مورد توجه باشگاه بارسلونا قرار گرفته و احتمال جدایی او در تابستان پیشرو وجود دارد. بارسلونا که فصل پرتانیش و پرحاشیه‌ای را پشت سر می‌گذارد، از حالا به فکر فصل آینده می باشد. در بارسلونا بر این اعتقادند که تابستان باید یک تحول اساسی در تیم ایجاد شود و برای این موضوع جذب مهاجم در اولویت قرار دارد. در این بین بارسلونا نگاهی ویژه‌ای هم به بازیکنان جوان و آینده دار دارد، به خصوص بازیکنانی که قابلیت بازی در چند پست مختلف را داشته باشد. یکی از گزینه‌های بارسلونا فران توریس است، ستاره 20 ساله والنسیا که برای تیم ملی زیر 21 ساله های اسپانیا نیز بازی می‌کند. بازیکنی که در جوانی در فصل جاری توانست 34 بار برای والنسیا به میدان برود و 5 گل نیز به ثمر برساند. باشگاه بارسلونا طبق ادعای موندو دیپورتیو از چند پیش با دقت توریس را زیر نظر دارد و به این نتیجه رسیدند که برای جذب او وارد عمل شوند. باید افزود که رقم فسخ توریس 100 میلیون یورو است، ولی در بارسلونا خوشبین هستند که با 35 میلیون یورو او را به خدمت بگیرد. باید افزود که توریس می تواند به عنوان هافبک و نیز بال چپ بازی کند و خصوصیات شبیه عثمان دمبله را دارد. او با سیاست جوانگرایی در بارسلونا نیز کاملا همخوانی دارد و می تواند مهره برای حال و آینده بارسلونا باشد. در همین حال رسانه‌های اسپانیایی میگوید بازیکنان بارسلونا از رئیس این باشگاه خواستند هر طور که شده نیمار را از پاری سن ژرمن به این باشگاه بیاورد. رسانه‌های اسپانیایی مدعی هستند که نیمار ستاره برزیلی پی اس جی به هدف اول بارسلونا برای نقل و انتقالات فصل تابستان تبدیل شده و سوی دیگر نیز بازیکنان بارسلونا و رختکن این تیم با فشار آوردن با جوزه ماریو بارتومیو رئیس این باشگاه از او خواستند هر طور که شده ترتیب انتقال نیمار به نیوکم را بدهد. نشرهای آس اسپانیا و موندو دیپورتیو در گزارش‌های خود اعلام کردند مذاکرات دو باشگاه درباره نیمار پیش از فصل آغاز خواهد شد. این دو روزنامه معتقدند رابطه بد و پرتنش نیمار با لیوناردو مدیر ورزشی پی اس جی خبری بسیار خوبی برای بارسلونا است و می‌تواند روند انتقالی او به نیوکم را تسهیل کند. باید افزود که بر اساس این گزارش‌ها رختکن بارسلونا و به خصوص لیونل میسی، لوئیس سوارز و جیرارد پیکه علاقه زیادی به بازگشت نیمار به تیمشون دارند. این بازیکنان قدیمی بارسلونا معتقدند آنتوان گریزمان نتوانسته در این تیم جا بیفتد و در نتیجه اضافه شدن نیمار به ترکیب بارسلونا میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد بارسلونا را بازی کند. از زمان انتقال نیمار به پاری سن ژرمن شایعاتی درباره بازگشت او به تیم سابقش وجود داشته، اما از سوی دیگر رئال مادرید هم علاقه زیادی به جذب این ستاره برزیلی دارد. نیمار از زمان پیوستن به پی اس جی در حالی که میتوانسته برای این تیم در لیگ فرانسه 103 بازی انجام دهد، به دلیل مسئولیت های متعدد در این مدت تنها 52 بازی به میدان رفته و بارها با انتقادات شدید هواداران پاریسی مواجه شده است. نظر شما در مورد این سه خبر چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.